کتاب تولد اسرائیل اختلاف میان یهودیت و مسیحیت سنگ بنای نخستین پدیده یهودی ستیزی در اروپا سرنوشت یهودیت بعد از 135 میلادی به نحو پیچیده‌ای گره می‌خورد به مسیحیت در آغاز قرن دوم میلادی و در آستانه آغاز نبرد تاریخی میان امپراتوری روم و یهودیها در سال 131 میلادی جمعیت یهودیها حسب آمار رومیها هولوحش دوازده میلیون نفر می بوده. از این تعداد در حدود دو میلیون تن در فلسطین و نزدیک به ده میلیون نفر دیگر در مصر، آسیای صغیر، قفقاز، ایران، بین نهرین و شپ جزیره عربستان زندگی می کردن. بعد از پایان چهار سال جنگ در 135 میلادی بین یک تا یک و نیم میلیون تن از آن دو میلیون یهودی ساکن در فلسطین به اروپا آورده شدند. ما بقیه یهودی های ساکن فلسطین یا اکثرا در طول آن چهار سال جنگ از میان رفته بودند و یا به دلیل بیماری، کهولت سن و ناتوانی های دیگر در فلسطین باقی ماندند. قریب به یک میلیون یهودی که توسط رومی ها اخراج یا تبعید شدند عمدتا در مرکز و غرب اروپای امروزی پخش شدند در یک نگاه کلی می توان گفت که سرنوشت تاریخی یهود و یهودیت عملا پیوند می خورد به آن یک میلیون یعنی یهودی های که در اروپا ساکن می شوند یهودی ها یعنی ده میلیون نفر که بیرون از اروپا زندگی میکردند و در حقیقت و در تاریخ یهودیت از آنها به نام یهودی های سفاردین یا یهودی های شرقی نام برده می شود نقش چندانی در تاریخ یهودیت پیدا نمی یهودیهای یهودی های شرقی یا سفاردین ها در مجموع زندگی بهتری از یهودی های ساکن اروپا یا یهودی های اشکنازی پیدا می کنند. از قرن هفتم میلادی هم که اسلام ظهور کرد یهودی به عنوان یک اقلیت اهل کتاب تحمل می شدن. البته مورد علاقه و نوازش نبودند. اما و در این حال هم به واسطه یهودی بودن مورد تجاوز اذیت و آزار مسلمانان قرار نمی گرفتند. یهودیت در جوامع اسلامی پذیرفته شده بود. اما در خصوص یهودی در اروپا این گونه نبود. اما چرا چنین شد؟ چرا یهودی ها در جوامع اروپایی اینقدر مورد نفرت و بغض و کینه قرار گرفتند؟ پاسخ همانطور که اشاره کردیم باز می گردد به مسیحیت بعد از فاجعه چهار سال جنگ و آوارگی یهودیان در اروپا تبدیل به گروهی ضعیف و صدم دیده شده بودند بخش قابل توجهی از آن دینامیک شور و احساس ملیت یهود کشور یهود و جامعه یهود در میان آنان رخت بربسته بود افق یا نگاه آرمانگرایانه و دید فراخی که یهودی ها تا قبل از جنگ داشتند در نتیجه مصیبتها و تراژدی هولناک 131 تا 135 میلادی جای خود را به نگاهی درونگرا و محدود می دهد که مهمترین دقدقه اش بقا بود یهودیا به تعبیری در اروپا درون لاک خودشان فرو رفته بودند مذهبشان همانطور که دیدیم از یک پارادایم فراخ و عمومی تقلیل پیدا کرده بود به یک آین فردی و خصوصی برای خودشان آنان نه دیگر به دنبال ایجاد کشور یهود بودند نه ایجاد ملیت یهود نه بازگشت به سرزمین موعود نه ایجاد نهادهای اجتماعی و بزرگ و نه هیچ یک از اهداف دیگری که جنبه فراگیر مدنی و عمومی پیدا می کرد. وضعیت یهودی ها در جوامع اروپایی خیلی زیاد شباهت پیدا می کند به وضعیت پناهندگان بی پشت و پناه ضعیف و ناتوان آسیایی یا آفریقایی در جوامع غربی امروزی آنان تقلیل پیدا کرده بودند به یک اقلیت کوچک و ضعیف که آرام و بدون آنکه درد و سری برای دیگران ایجاد کنند زندگی می کردن. در این حال و همانطور هم که پیشتر اشاره کردیم به دلیل پیشرفت و مهارتهای یهودی ها در بسیاری از حرف مشاقل و تجارت از نظر اقتصادی وضعشان خیلی هم بد نبود. اما آنچه یهودی ها نمی آن بود که حتی آن وضعیت هم در آینده برهم می خورد. و شرایطی برایشان پیش می که وضعیتی که در قرون اولیه ورودشان به اروپا داشتند در مقایسه با وضعیت جدید مثل بهشت و جهنم بود آنچه یهودیها در 135 نمیدانستند آن بود که در قرون بعدی طوفانی داشت به آنان نزدیک میشد گرد با طوفان و زلزله به نام قرون وسطا و حاکمیت کلیسا آنچه یهودیا نمیدانستند آن بود که کلیسا در آینده نه چندان دور از آن حالت معصوم و مظلوم اولیه خارج شده و به قدرت سیاسی و اقتدار بیچون و چرای حکومتی میرسد حالا دیگر پیام آن کلیسا محبت، مهر، بخشایش، دوستی و عشق نبود پیامشان بود که هر که با ما نیست دشمن خداست کلیسایی که برخلاف مسیحیان اولیه که گسترش مسیحیت را با دعوت انجام میدادند گسترش مسیحیت را یک وظیفه الهی و مقدس میدانستند که اگر با زبان خوش صورت نمی با جبر و خشونت می صورت می گرفت کلیسایی که برخلاف مسیحیان اولیه که غیر مسیحی ها را بندگان خدا میدانستند که نیاز به هدایت و رستگاری داشتند به غیر مسیحی ها به عنوان معاند، بیدین، گمراه و کافر می نگریستند که می هدایت شوند و از گمراهی و فساد ولو به اجبار رهایی یابند. مسیحی های قرون اولی مسیحیت هدایت دیگران را عشق و علاقه و امری اختیاری و داوطلبانه می دانستند. در حالی که کلیسای قرون وسطا هدایت دیگران را یک وظیفه و یک تکلیف دینی میپنداش. مسیحی های اولیه و در رأس همه آنان خود حضرت عیسی به مریم دیگران را دوست داشتند. اما کلیسا در جایگاه قدرت از هر چیز و هر کس که غیر خودی بود انزجار داشت و در رأس همه دشمنان و غیر خودی ها یهودی های نابکار، گناهکار و قرار داشتند. از این مقوله کلی که بگذریم مشکل کلیسا و علت آن همه دشمنی مسیحیت با یهودیا و یهودیت بر سر چه بود؟ آنچه این بحث را پیچیده تر می کند آن است که مسیحیت عملا از دامان یهودیت برخواسته بود. بسیاری از نخستین کسانی که به حضرت ایسابن مریم گرویدند در حقیقت یهودی بودند یهودی هایی که معتقد بودند او همان منجی او همان پیامبر و همان مسیحی است که قرار بوده بیاید و حالا آمده این فقط پیروان اولیه حضرت مسیح و مسیحی های قرون اولیه مسیحیت نبودند که بسیاری از آنها در حقیقت یهودی بودند جهانبینی و اصول اعتقادی مسیحیت هم کموبیش همان جهانبینی و اعتقادات یهودیت بود. بنیانها، مبادی و مبانی مسیحیت عملا همان بنیانها، مبادی و مبانی یهودیت بود. مسیحی ها نه تنها حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی و سایر پیامبران بنی اسرائیل را برگزیدگان حضرت باری تعالی می دانستند، بلکه شالوده و بنیاد جهان بینی مسیحیت بری گرفته از توحید یهودیت بود. به بیان دیگر سخنی به گذاف نرفته اگر گفته شود که همه چیز مسیحیت از یهودیت گرفته شده بود. با یک تفاوت مهم، یهودیت در اساس آینی این دنیایی بود. قوانین حضرت موسی تورات و اساساً آموزه‌های یهودیت کاربردی این دنیایی داشتند یهودیت برای بسیاری از های زندگی مناسبات و روابط اجتماعی پیروان دستورالعمل قوانین و مقررات و به تعبیری فقه داشت برای تجارت ارث طلاق ازدواج قصاص، مجازات مالیات حرام و حلال بودن معکولات و مشروبات روابط زن و مرد و غیره یهودیت و مقررات داشت اما مسیحیت این گونه نبود مسیحیت دینی بود در اساس آن دنیایی اما این تفاوت به تنهایی نمیتوانست باعث آن همه بغض و نفرت و کینه و اختلاف شدیدی باشد که به تدریج میان آن دو مذهب ابراهیمی به وجود آمد تفاوت در جای دیگری بود جایی که اتفاقا کاربرد چندان عملی هم نداشت اما در این حال منشه بسیاری از بغض و کینه ها شد سخنی به گذاف نرفته اگر بگوییم که بزرگترین و بنیادی ترین نقطه افتراق و اختلاف میان یهودیت و مسیحیت بر سر ذات حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام بود عمود خیمه مسیحیت در مورد حضرت مسیح آن بود که او پسر خداست او جزئی از ذات حضرت باری تعالی است و او از جنس بشر نیست پذیرش این باور یا این ادعا در مورد حضرت مسیح علیه السلام عملا به معنای نفی توحید که عمود خیمه که عمود خیمه یهودیت است میشد همه اعتقاد یهودیت به خدای نادیده خلاصه میشد در آنکه که ذات حضرت باری تعالی ذاتی قدسی و آسمانی بود ذات خدای نادیده از جنس انسان مادی و خاکی نبود آن ذات نمی توانست مثل ذات انسان فرزند داشته باشد تا او را برای هدایت و رستگاری بشر به کره خاکی بفرستند تضاد بر سر ذات حضرت مسیح میان یهودیت و مسیحیت عملا حل نشدنی بود اگر ها میپذیرفتند که مسیح پسر خدا نیست مسیحیت دیگر معنا و مفهومی از نظر آنان پیدا نمیکرد اگر هم متقابلا یهودیها میپذیرفتند که حضرت عیسی مسیح پسر خداست ستون و پایه اصلی اعتقادی یهودیت برچیده میشد در عمل یهودی نه تنها نپذیرفته بودند که مسیح پسر خداست بلکه او را انسانی معمولی میپنداشتند که بلا تشبیه و نعوذ بالله منحرف به بدعتگذار و مشرک است زیرا مدعی شده بوده که او پسر خداست به بیان دیگر آنان نه تنها هیچ قداستی برای حضرت عیسی مسیح قائل نبودند بلکه بلا تشبیه و نعوذ بالله او را فریبکاری میدانستند که از احساسات مردم بهره برداری نموده و اسباب انحراف آنان را فراهم آورده نگاه یهودی ها به حضرت عیسی ابن مریم همانند نگاه سایر مذاهب به کسانی است که از دامن آن مذهب برخواسته و ادعاهای بزرگ و پیامبرگونه دارند. نوعا این افراد به دست بزرگان، رهبران و علمای مذهب اصلی به عنوان بدعتگذار، منحرف، گمراه، شیاد و اتهامات دیگری از این دست از بین رفتن. بلعخص اگر آن فرد دارای کاریزما و محبوبیتی بوده و می پیروانی از مذهب اصلی را به سمت خود جذب و جلب کند در آن صورت اصرار و تعجید متولیان مذهب رسمی برای از بین بردن وی سرعت هم می گرفت. در تاریخ اسلام هم در ایران کم نبودند افرادی که به دلیل ادعاهایی که داشتهاند و یا به دلیل اعتقاداتشان مورد مخالفت رهبران مذهبی و علما قرار گرفته و در ابتدا وادار شده از آن عقاید انحرافی دست بردارند و در صورت اصرار و باقی ماندن بر آن اعتقادات و مدعیات از بین رفتند اعدام شدند جدای از اختلاف نظر بر سر ذات حضرت عیسی ابن مریم موضوع دیگر مناقشه دخالت یا نقش یهودی ها در به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی مسیح توسط رومی ها بود کلیسا هرگز حاضر نشد از گناه و نقش یهودیا در کشتن یا به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی مسیح بگذرد انتظار کلیسا آن بود که یهودی ها دست کم از آن عمل اظهار ندامت کرده خواهان توبه شوند اما توبه از سوی یهودیا به معنای آن بود که پس حق با حضرت عیسی مریم بوده و آنان ادعای او را میبایستی قبول میکردند در حالی که طور که گفتیم اساس ادعای مسیحیت در تناقض آشکار با اصل توحید از نظر یهودیت قرار میگرفت این مناقشات در چند قرن اولیه مسیحیت که قدرت را به دست نیاورده بود مشکلاتی برای یهودیا به بار نیاورده بود اما به تدریج که مسیحیت بر قدرت سیاسی تسلط میافت و اقتدار سیاسی و حکومتی و اقتصادی آن گسترش میافت به تدریج فشار بر یهودی ها هم آغاز شد بنابراین در قرون نخست بعد از 135 یهودی ها در مجموع زندگی آرام و به نسب موفقی در اروپا داشتند. هیچ کس به خیلی دقیق نمیتواند بگوید که آن فضا دقیقا از چه مقطعی علیه یهودی ها شد. آنچه مسلم است و همانطور که در بالا اشاره داشتیم هرقدر که کلیسا قدرت سیاسی بیشتری به دست می آورد و هر قد که ما به قرون وسطا یعنی اواخر هزاره نخست میلادی و آغاز هزاره دوم نزدیکتر میشویم وضعیت یهودیها در اروپا رو به وخامت میگذارد عامل دیگری که تأثیر مستقیمی بر خراب شدن و تیرگی فضای مذهبی علیه یهودیا شد جنگ های سلیبی می بود که از هزار صد تا 1250 میلادی یعنی به مدت 150 سال میان مسلمین و اروپایی ها در گرفت جنگ های سلیبی با خود امواج مذهبی نیرومندی در اروپای غربی یا اروپای کاتولیک ایجاد نمود به طب بالا رفتن احساسات و شور و عواطف مذهبی سفت و سخت مسیحی ها سبب می تا یهودی به عنوان اولین و در دسترسترین مخالف و معاند مورد تجاوز و انتقام گیری قرار بگیرند. جدای از اختلافات مذهبی در مقاطعی که جهادگران صلیبی پیروز می آن را نشانه از توجه حضرت عیسی ابن مریم به مسیحیان می‌دانستند. در مواردی هم که شکست می‌خوردند، تلافی آن را بر سر یهودیها و دیگر دشمنان منافقین و معاندین می‌انداختند. از جمله یهودیها متهم به همکاری با مسلمانان و خیانت می‌شدند. در فاصله ۱۰ تا اواخر قرن سیزدهم چندین بار صلیبیون دست به کشتار یهودی ها زدن بلخص همانطور که گفتیم در مقاطعی که از مسلمانان شکست میخوردن از لحاظ تاریخی میبایستی گفت که نخستین اقدام یا تصمیم رسمی کلیسا علیه یهودیت در سال 1215 میلادی اتخاذ گردید مبنای این تصمیم آن بود که با توجه به اینکه یهودیها حاضر نیستند توبه کرده و به مسیحیت بازگردند و با توجه به اینکه حضرت عیسی ابن مریم را به عنوان پسر خدا قبول ندارند و این آشکارا به زیر سوال بردن جایگاه حضرت عیسی مسیح می باشد ازا می میان آنان و مسیحی ها تفکیک صورت بگیرد تا یهودی ها از غیر یهودی ها در جامعه تمیز داده شوند. بر حسب آن تصمیم تاریخی یهودی ها من بعد موظف می شدن که یک علامت بر روی لباسشان بدوزند که از مسیحی ها مشخص شوند. اقدام بعدی در سوزاندن تلمود یا کتاب مقدس یهودی ها بود. با آتش کشیدن کتاب و مقدس یهودی ها همواره به صورت یک مراسم خاص و باشکوه اجرا میشد. شد. نخستین تلمود سوزی توسط سرسقف کلیسای کاتولیک در پاریس و روم در 1244 میلادی به اجرا درآمد. در قرن چهاردهم هم مجموعاً چهار بار دیگر مراسم بزرگ تلمودسوزی توسط کلیسای کاتولیک به اجرا درآمد. مجددن در فاصله 1553 الی 1554، دوازده بار تلمودسوزی از جمله در روم، پاریس، جنوا، بارسلون و لیسبون به اجرا درآمد و کتاب و مقدس یهودی ها با آتش کشیده شد. آخرین مراسم تلموتسوزی در سال 1757 صورت گرفت. معمولا مراسم با آتش کشیدن کتاب و مقدس یهودی ها با حمله به مناطق یهودی و آتش زدن اماکن و منازل آنان همراه می شد. حملاتی که با کشته و زخمی شدن یهودی ها به تب همراه می شود. سیاست دیگر علیه یهودی ها ایجاد گتو بود. فلسفه ایجاد گتو آن بود که یهودیا کلا از مسیحا میبایستی جدا شده و در محله های مخصوص به خودشان زندگی کنند یهودی ها می توانستن به هنگام روز از گتوهایشان خارج شوند اما قبل از تاریک شدن هوا می بایستی به گتو بازگردند به تبع هر یهودی که این مقررات را رعایت نمی کرد مجازات میشد. البته ایجاد گتو چندین هدف را برآورده میکرد. کرد. اولا همه یهودی ها در یک نقطه جمع می شدن که هم کنترل آنان و هم اندلوزوم حمله به آنان راحت تر بود. به علاوه شماری از متعصبین مسیحی معتقد بودند که یهودی ها مظهر ناپاکی و شیطان هستند. لذا حضور آنان در میان مؤمنین و متدینین جامعه مسیحی را هم ناپاک میکرد. یکی از بزرگترین گتوها که در زم نخستین گتو هم در اروپا به شمار می رفت در سال 1460 میلادی در فرانکفورت آلمان ساخته شد. گتو بعدی در 1516 در ونیز ساخته شد. گتوهای دیگری هم در سایر شهرهای بزرگ و کوچک اروپا از نیمه دوم قرن پانزدهم تا نیمه دوم قرن هشدهم برپا شدند گتوی روم تا سال 1870 پا بر جا بود البته همه یهودی ها در گتو نبودند و فقط در شهرهایی که گتو ساخته شده بود آنها مجبور می شدن که در گتو زندگی کنند. در سایر مناطق هم یهودی در محله های متمرکز خودشان مجبور به زندگی بودند. اقدام بعدی کلیسا و رهبران مسیحی اخراج یهودی ها بود. شماری از رهبران کلیسا به همراه پادشاهان و اشراف نیرومند در مواردی اقدام به اخراج دست جمعی و کامل یهودی ها از منطقه تحت قلم رو خودشان می قبلا اشاره کردیم که نخستین بار چنین اتفاقی در شمال انگلستان و توسط یکی از فعودال های قدرتمند کاتولیک در سال 1290 صورت گرفت. او کلیه یهودی های ساکن در منطقه خودش را اخراج نمود. ادوارد اول پادشاه وقت انگلستان هم برای نشان دادن ارادت سرسپردگی و وفاداریش به کلیسا وارد میدان شد و او نیز حکم به اخراج یهودی ها از مابقی انگلستان نمود که در نتیجه نزدیک به 25 هزار یهودی از انگلستان اخراج شدند. بعد نوبت به زمامداران فرانسه رسید که هزاران تن از یهودی های ساکن فرانسه را در سال 1394 از آن کشور اخراج کردند. اخراج یهودیا بالاخص در دوران موسوم به انگیزاسیون در طول قرون پانزدهم و چانزدهم ابعاد بسیار گستردهتری را پیدا نمود رهبران متعصب کاتولیک در اسپانیا و پرتغال که جمعیت یهودی قابل توجهی داشتند آنان را تحت فشار گذاردند که یا از یهودیت دست برداشته و مسیحی شوند یا کشور را ترک کنند در 1482 فردیناند پادشاه قدرتمند وقت اسپانیا و همسرش ملکه ایزابلا که مسیحی های سفت و سختی هم می بودند به منظور نشان دادن وفاداریشان به کلیسا از قریب به یکصد و هزار یهودی ساکن اسپانیا خواستند که تکلیف خود را روشن کنند یا مسیحی شوند یا اسپانیا را ترک کنند در حدود پنجاه هزار تن میپذیرند مسیحی شوند از مابقی ست هزار یهودی دیگر حدود ده هزار تن از بین می روند چهل و پنج هزار تن به امپراتوری عثمانی یعنی ترکیه امروزی تبعید می شوند پونزده هزار تن به شمال آفریقا و مصر ده هزار تن به جنوب فرانسه و هلند ده هزار تن به شمال ایتالیا پنج هزار تن به مناطق مختلف آسیا و آفریقا و بالاخره پنج هزار تن هم در زمره نخستین مهاجرین اروپایی بودند که سر از قاره آمریکا درآوردند همین داستان در سال 1496 توسط حکومت پرتغال صورت میگیرد و کلیه یهودی های آن کشور که بالغ بر چهل هزار تن می شدند از آن کشور اخراج می شودن. بسیاری از اخراجی ها سر از مناطق عقب مانده و بد آب و هوا تر شرق اروپا در می آورند. از جمله شماری از آنان به شمال و شرق اروپا بالکان و روسیه مجبور به مهاجرت می شوند. علت پذیرش آنان در این کشورها به واسطه آن بود که مذهب به کنار اغلب یهودیا باسواد و از مهارت فراوانی برخوردار بودند و بالاخره در تجارت و کار و کسب هم تجربیات زیادی داشتند بنابراین مناطق و کشورهای دیگری که خواهان رشد و توسعه و آبادانی بودند مثل شمال اروپا یا روسیه به دلیل سرما و اینکه جمعیت زیادی هم نداشتند آنان را میپذیرفتند از آنجا که شرق اروپا در مجموع کمتر از غرب آن توسعه یافته بود بنابراین با پایان یافتن قرون وسطا یعنی کم و بیش قرن شانزدهم مرکز سقل جمعیتی یهودی ها از غرب اروپا به شرق آن جابجا شده بود البته در جنوب و غرب اروپا هم هنوز یهودی های بودند اما در پایان قرن شانزدهم اکثریت جمعیت یهودی های اروپا در شرق و مرکز آن زندگی می کردن. البته زندگی یهودی ها در اروپا از جنبه های مثبتی هم برخوردار بود اولین و مهمترین آن تعلیم و تربیت و تحصیلات بود در اروپای قرون وسطا چیزی به نام تعلیم و تربیت و تحصیلات عمومی وجود نداشت مدارس توسط کلیسا اداره می شدند و عمدتا هم تعلق به فرزندان اعیان و اشراف داشتند به طبع فرزندان یهودیها ها نمی توانستند در آن مدارس شرکت کنند حتی در قرون بعدی که مدارس متداولتر شدند یهودیها همچنان مجاز به شرکت در آنها نبودند نشستن بچه های یهودی در کنار بچه های مسیحی غیر قابل تصور بود بنابراین کار تعلیم و تعلم بر عهده خود یهودی ها بود که در گتوها یا در مناطقی که زندگی می کردن صورت می گرفت برخلاف فرزندان مسیحی ها که نوعاً بی سواد می ماندن، فرزندان یهودی علل اغلب از سواد و تحصیلات برخوردار بودند جدای از سواد و تحصیلات عمومی فرزندان یهودی با اصول اعتقادات یهودیت تاریخ یهودیت تلمود و زبان عبری هم آشنا می شدند تحصیلات عمومی همگانی سبب شد تا در صد یهودی های فیلسوف متفکر ریاضیدان فیزیکدان موسیقیدان مورخ و دانشمند به مراتب بیشتر از یهودی های دیگر شود در این حال تحصیلات و آموزش دینی سبب می شود تا فرزندان یهودی از یک احساس هویت پررنگی نسبت به یهودی بودنشان هم برخوردار شوند. ویژگی دیگر زندگی یهودی ها در اروپا عبارت بود از وجود یک نظام تأمین اجتماعی همانند اقلیت های دیگر در یک جامعه اکثریت جامعه یهودیها از همکیشان ضعیفتر و ناتوانترشان حمایت می میرسیم به یکی از مهمترین جنبه های زندگی یهودیها در اروپای قرون وسطا یعنی اقتصاد برخلاف جنبه های دیگر زندگی یهودیها در مجموع آنها در حوزه اقتصاد موفق تر بودند البته بعدها خواهیم دید که موفقیت اقتصادی یهودیا همانند یک شمشیر دو بود از یک سو به تبع به نفعشان بود و باعث پیشرفت و ترقیشان میشد در این حال به عنوان یک اقلیت غیر محبوب آن موفقیت به تب باعث قیز و غضب اکثریت و بیشتر شدن نفرت اروپا یا از یهودیا میشد. چندین دلیل مهم برای موفقیت اقتصادی یهودیا وجود داشت. نخست همانطور که گفتیم برخورداری از تحصیلات بود. سانیان یهودیا اساسا شهر نشین بودند. درست است که آنان از اشتغال در برخی از امور و مشاقل محروم بودند چون یهودی بودند اما می توانستند در مشاقل و حرفه های دیگر وارد شوند. بسیاری از آنها وارد انواع مشاغل و صنعتگری شده بودند از جمله در حوزه مهم خرید و فروش واردات و صادرات حمل و نقل کالا و در یک کلام تجارت بسیار موفق بودند اینکه چرا یهودیا در کار و کسب و تجارت توانسته بودند خیلی بیشتر از اروپایی ها موفق شوند غالبا درست فهمیده نشده و نسبت داده می شود به پولپرستی پرستی بودن نزولخار بودن و این دست صفات منفی و روحیات منفی برای یهودیا پیشرفت تجاری یهودیا تأثیرات بلند مدت مهمی در زندگی اجتماعی آنان بر جای گذار حتی امروزه که ما در دهه دوم قرن بیست و یکم به سر میبریم یهودی ها عملا نفس بسیاری از امور تجاری دنیا را در دست دارند اما چرا این گونه شد و چرا یهودی ها در تجارت و اقتصاد اینقدر توانستند موفق شوند پاسخ مخالفین یهودی ها همانطور که گفتیم آن است که یهودیا پولپرست دلالصفت نزولخوار مالندوز هستند و به واسطه این خصوصیات بوده که در امور اقتصادی و تجاری اینقدر موفق شدند اما اینها محملات یهودی ستیز یا محملات آنتی سمتیز ها بیشتر نیست یهودی از اقوام و ملل دیگر نه پول پرسترن نه مالن دوستر و نه رباخارتر ایزن علاقه و توجه یهودی به ثروت نه از دیگران خیلی بیشتر است و نه خیلی کمتر پس چرا و چگونه شد که آنها توانستند از بسیاری از اقوام و ملل دیگر از نظر کار و کسب و تجارت و اقتصاد موفقتر شوند و یک سر و گردن از دیگران بالاتر بیستند. یک دلیل آن همانطور که اشاره کردیم برخورداری از سطح تحصیلات بالای یهودیان میباشد چه امروز و چه در گذشته در صد یهودی های تحصیل کرده چندین برابر دیگران می باشد. قبلا گفتیم که سوادآموزی به فرزندانشان یکی از عادات اجتماعی جا افتاده یهودی ها می باشد. در هر شرایطی که یهودی ها قرار می تعلیم و تربیت نسل بعدی و سوادآموزی به آنها یک اصل خدش ناپذیرشان بود بنابراین خیلی هم تصادفی نبوده که درصد دانشمندان مقترعین و مکتشفین یهودی به نسبت جمعیتشان چندین برابر اقوام دیگر می بوده. اما این همه داستان نیست دلیل اصلی تر و ریشهی تر اتفاقا باز می گردد به وضعیت یهودیا در قرون وسطا در اروپا وضعیت ناهنجار اجتماعی یهودیها در اروپای قرون وسطا مستاق کامل عدو شبب سبب خیر اگر خدا خواهد می باشد در اروپای قرون وسطا تجارت امری پست و حقیر شمرده میشد. برعکس کشاورزی یا زمینداری نشانه اشرافیت بود اشراف و فعودال ها تماما ملاکین بزرگ و زمیندار بودند از آنجا که یهودیها اقلیتی پست شمرده میشدند از حق تملک زمین و ملک برخوردار نبودند و فقط میتوانستند وارد تجارت شوند هیچ یک از اعیان اشراف و بزرگان اروپایی در قرون وستا به تجارت نمی پرداختن. چون همانطور که گفتیم تجارت امری پس و حقیر شمرده می شد. در این حال یهودی ها از دو دارایی مهم برای پیشرفت در تجارت برخوردار بودند. نخست آنکه آنان ربا را جایز می دانستن. از یهودی های دیگر قرض می گرفتند با آن تجارت می کردند و از درآمد حاصله به آنان سود می پرداختن. این امر از نظر مسیحی ها مزموم و غیر اخلاقی بود. دلیل دوم مهمتر بود. در دوران قرون وسطا که هیچ سیستم ارتباطی، مالی و بانکی وجود نداشت، یهودیها از این موقعیت بی همتا برخوردار بودند که در شرق و غرب و در همه جای دنیای متمدن آن روز با یهودی های دیگر مرتبط بودند. یک یهودی در دمشق با یک یهودی در فلورانس، مادرید یا در سمرقند و بخارا داد و ستت تجاری میکرد. اما در مورد مسیحا این گونه نبود. نه مسیحی های فلورانسی یا مادریدی از چنین امکانی برخوردار نبودند. شبکه یه یهودی ها در شرایطی که هیچ شبکه ارتباطی دیگری وجود نداشت ابزار مؤثر نیرومند و کارآمدی برای تجارت بود به کمک این شبکه و سرمایه‌ای که از خود یهودیا جمعآوری شده بود یهودی های خوشفکر کالاهای متعددی را از شرق به غرب و متقابلا از غرب به شرق از شمال به جنوب و جنوب به شمال تجارت میکردند این امر در خود اروپا که به لحاظ جغرافیایی یهودیا با یکدیگر نزدیکتر هم بودند گستردگی بیشتری هم می داشت و عملا از آغاز هزاره دوم بعد از میلاد تجارت اروپا به تدریج در انحصار یهودیا قرار گرفت نبود بانک و سازمان های مالی سبب می تا در موارد بسیاری بزرگان و اشراف اروپا که با مشکلات مالی مواجه شده بودند از یهودیها وام بگیرند. به علاوه یهودی ها در زمره نخستین مؤسسین بانک و نظام بانکداری، انبارداری، حمل و نقل و کشتیرانی شدند. همه اینها به نوبه خود بر ابعاد پیشرفت و موفقیت اقتصادی یهودی ها می افزود. اما همانطور که پیشتر اشاره داشتیم آن موفقیت شمشیری دولبه بود از یک سو باعث بهبود شرایط اقتصادی یهودی ها شده بود اما از سوی دیگر بغز و کینه اروپایی های مسیحی را نسبت به آنان دامن میزد. افزون بر کیفرخاص یا اتهامات و جرم های دینی علیه یهودی ها همچون ربودن پسر بچه های مسیحی برای نوشیدن خون آنان در مراسم مقدسشان توهین به نان مقدس که در مراسم کلیسا به مؤمنین داده میشد و اتهاماتی از این دست اتهامات اقتصادی هم بر کیفرخاز علیه یهودی ها اضافه شده بود رباخاری، مالپرستی، سروتندوزی، احتکار، مفاسد اقتصادی ترجیح دادن منافع فردی و شخصی به مساله و منافع مملکت و این دست اتهامات و جرائم هم به جرائم دینی یهودی ها اضافه شدند. البته بغض و کینه علیه یهودی ها همواره خود را در قالب احساسات دینی ظاهر می کرد. پیشتر اشاره داشتیم که به واسطه نگاهی که کلیسا مسیحیت و مسیحیان بلخص در غرب اروپا که کلیسای کاتولیک از نفوذ و اقتدار بیشتری برخوردار بود به یهودی ها داشت بسیاری از بلایای طبیعی یا انسانساز هم به یهودیان نسبت داده میشد. گفتیم اگر خوکسالی و قحطی می آمد، اگر وبا، تیفوس و طاعون شیوع پیدا می کرد، اگر آتش سوزی می شود، اگر کشور الف یا فرمانروای آن فعودال یا نجیبزاده منطقه الف از کشور ب یا نجیبزاده و فعودال منطقه ب شکست می خورد، به پای همکاری ستون پنجم یا یهودی های کشور الف با دشمن نوشته میشد. از جمله معروفترین موارد شیوع تا اون در عواست قرن چهاردهم بود در فاصله 1348 الا 1349 قریب به یک سوم جمعیت اروپا به دلیل ابتلا به تاون تا از بین رفتند رهبران مذهبی و بدتر از آن مردم عوام یهودیها و گناه اولیه آنان علیه حضرت عیسی مسیح و سبک و سیاق زندگی زشت و پدید آنان از جمله رباخاری و غیره را باعث غضب الهی و نازل شدن تاون تا می‌دانستند. میدانستند. بسیاری از یهودیهایی که از تاون تا جان به سلامت برده بودند یا درگیر دادگاه های انگیزاسیون یا تفتیش عقاید شدند یا مجبور شدند منطقه محل زندگیشان را ترک کنند. فشار و کشتار علیه یهودی ها به اتهام تاون آنچنان بالا گرفت که پاپ کلمنت ششم مجبور شد در سال 1348 فتوایی علیه یهودی کشی به جرم شیوع تاون صادر نماید شماری از یهودی ها برای فرار از این فشارها مسیحی می شوند اما این به هیچ روی تزمینی نبود که در امان قرار بگیرند. در بسیاری از موارد یهودی های مسیحی شده متهم به نفاق می شدن. به این معنا که قلبن همچنان یهودی باقی ماندن اما از روی ریا و نفاق اعلام کرده مسیحی شدن. در مواردی فشار علیه این دسته از یهودیا حتی بیشتر از یهودی معمولی هم میشد جدای از مسیحی مؤمن، جامعه خود یهودی ها هم به طب آنان را ترک میکرد اما مشکل اساسی آنان این بود که در دوران سختگیری کلیسا بلخص در دوران موسوم به تفتیش عقاید جدای از مسیحی مؤمن، جامعه خود یهودی هم به طب آنان را ترک میکرد اما مشکل اساسی آنان این بود که در دوران سختگیری کلیسا بلخص در دوران موسوم به تفتیش عقاید یا دادگاه های تفتیش عقاید آنان زیر فشار روحی و جسمی زیادی قرار می تا عقیده واقعیشان را اعتراف نمایند. اعتراف نمایند که بالاخره یهودی باقی ماندهاند و به دروغ مدعی مسیحی شدن هستند یا آنکه به راستی و به واقع مسیحی شدن در نیمه دوم قرن پانزدهم سیزده هزار یهودی مسیحی شده از جانب دادگاه های تفتی متهم شدند که در پنهان همچنان یهودی باقی مانده بودند و مخفیانه اعمال و آداب مذهب یهودیت را اجرا می کردند. بسیاری از متهمین برای اعتراف شدیدن شکنجه می شدن. یا حتی سوزانده می شدن. یا در زندان از بین می رفتن. برخی که شانس می آوردن و خوشبختتر بودند به همراه تبهکاران و مجرمین به آن سوی اقیانوس یعنی قاره آمریکا تبعید می شدن. در قریب به دو سه دههی که اوج دادگاه های تفتیش عقاید در قرن پانزدهم به راه افتاده بود مجموعاً سیصد و چهل و یک هزار متهم توسط این دادگاه ها محکومیت پیدا کردند. بسیاری از متهمین یهودی بودند. ام از یهودی که به پخش نشر و تبلیغ عقاید زاله انحرافی کفرآمیز شیطانی و شیطان پرستی متهم شده بودند تا یهودی هایی که به توهین به مقدسات کلیسا ربودن کودکان خردسال مسیحی برای گرفتن خون آنان در مراسم مذهبیشان و سایر اتهامات شرکالود متهم شده بودند بیش از سی و هزار تن از این متهمین محکوم به مرگ شده و زنده در آتش سوزانده شدند. آنان به تلی از چوب و ترکه بسته می شدند و سپس تپه چوب و ترکه به آتش کشیده می شد. آدمک هیچده هزار نفر که به شکل و حیبت محکومین ساخته شده بودند و آتش کشیده شدند. و بدن خودشان به اشکال مختلف مورد ضرب و جهر و شکنجه قرار گرفت. دویست و هزار نفر به مجازاتهای سبکتر از جمله زندانهای طولانی اخراج و تبعید از شهر و منطقه محل زندگیشان از جمله تبعید به قاره جدید شده آمریکا محکومیت یافتند. انحراف از مسیحیت داشتن نظرات و اعتقاداتی در مورد حضرت عیسی مریم که مغایر با اعتقادات کلیسا بود جادوگری جن زدگی جنگیری و ارتباط با اجنه شیطان پرستی و ارتباط با شیطان و اتهامات دیگری از این دست سایر گناهان محکومین و متهمین دادگاه های انگیزاسیون بود. بیش از 20 هزار تن از کسانی که به فرمان دادگاه های تفتیش عقاید از زمان به وجود آمدن این دادگاه ها تا سال 1540 محکوم به مرگ شدند نیز یهودی بودند. اگرچه با پیدایش تحولات فکری جدید در کلیسا از جمله نهضت پروتستانتیزم و رفرماسیون یا نهزت اصلاح دینی از قرون شانزدهم و هفدهم انگیزاسیون تا حدود زیادی سپر انداخت اما انگیزاسیون به اشکال گوناگون تا اواخر قرن هشدهم همچنان از یهودیها قربانی میگرفت کتاب تولد اسرائیل خلاصه فصل دهم ده در قرن دوم قبل از میلاد امپراتوری بزرگ روم در جریان گسترش و کشورگشاییش موفق به تسخیر کامل خاورمیانه می شود بسیاری از یهودی ها که از اختلافات و درگیری های داخلی که در پایان حاکمیت دینی مکابی ها در کشورشان به تنگ آمده بودند از آمدن رومی ها استقبال هم می کنند اما مجموعه از عوامل که در رأس آنها عواطف و احساسات ناسیونالیستی قرار داشتند باعث تنش روزافزون میان یهودی ها و فرمان رومی می شود رومی ها با اینکه سکولار بودند و نسبت به مذهب و باورهای اقوام و مردمان تحت حاکمیتشان دخالتی روا نمی داشتن از جمله نسبت به یهودیت و یهودی ها مزالک عواملی که در رأس همه آنها عواطف و احساسات ناسیونالیستی قرار داشتند و اینکه نسبت به حاکمیت غیر یهودی بر سرزمینشان با بغض و کینه مینگریستند سبب شد تا بسیاری از یهودیها به تدریج در برابر حاکمیت روم بر سرزمینشان معترض شوند. اعتراضات و نافرمانی در برابر روم سرانجام بدل به قیام و جنگ با فرمان رومی شد. الگوی جنگ ها و درگیریها با روم کم و بیش مشخص بودند. در ابتدا یهودیها بر قوای نظامی مستقر در فلسطین چیره می شدند، اما با ورود سپاهیان بیشتر و کارازموده تر از سایر بخش های امپراتوری، رومی ها موفق به درهم شکستن قیام یهودی ها می آخرین بار که چنین قیامی به وقوع پیوست در 131 میلادی بود، همان روند دوره های قبلی این بار هم اتفاق افتاد، با این تفاوت که این بار دیگر روم تصمیم گرفته بود تا به آن وضعیت، خاتمه دهد. رومی ها یکی یکی شهرها و دژهای یهودی ها را به زانو در می و عملا بعد از شکست محاصره و ورود رومی ها از آن مناطق چیز زیادی دیگر باقی نمانده بود. سرانجام بعد از چهار سال جنگ و محاصره لژیون های روم توانستند مقاومت مدافعین یهودی ها را در هم شکسته و وارد بیت المقدس شوند. بیت المقدسی که دیگر چیزی از آن باقی نمانده بود. رومی ها تمامی اماکن مقدس و معابد یهودی ها از جمله معبد بزرگ حضرت سلیمان را با خاک یکسان کردند و یهودی های باقی مانده را هم به صورت برده و اسیر به اروپا منتقل کردند. یهودی ها دیگر نه تنها اجازه بازگشت به سرزمینشان را نداشتند بلکه روم برگزاری هر گونه مراسم مذهبی را هم در فلسطین قدقن نمود از قریب به دو و میلیون نفر یهودی ساکن فلسطین بیش از یک میلیون به اروپا انتقال یافتند مابقی یا در طی چهار سال جنگ از میان رفته بودند یا موفق به گریختن و رفتن به مصر شمال آفریقا شبه جزیره عربستان یمن بین النهرین و ایران شده بودند بدین ترتیب پس از 2000 سال از ظهور یهودیت و استقرارشان در سرزمین فلسطین تمامی نزدیک به دوازده میلیون یهودی در قرن دوم بعد از میلاد در بیرون از سرزمین موعود به سر می بردن. بیش از یک میلیون تن به صورت آواره و پناهنده در اروپا و مابقی پراکنده در خاورمیانه از قفقاز تا خلیج فارس و عربستان تا بین النهرین مصر و شمال آفریقا بودند سرنوشت بعدی یهودیت عملاً در پیوند با یک میلیون یهودی گره میخورد که توسط رومی ها به صورت اسیر و برده به اروپا آورده شدند آنان در اجتماعات پراکنده چند هزار نفری تا چندین ده هزار نفری در شهرها و مناطق مختلف اروپا که جزء امپراتوری بزرگ روم می بود از منتها شرق آن در روسیه تا منتها غرب آن در انگلستان از منتها شمال آن در اسکاندیناوی تا منتها جنوب آن در سرزمین های مشرف بر دریای مدیترانه پخش شدند تاریخ یهودیت از 135 میلادی به بعد گره می‌خورد به این قریب به یک میلیون یهودی که به صورت برده در اروپای قرون دوم میلادی پراکنده می شوند. آن ده میلیون یهودی دیگر که عمدتا در خاورمیانه و شمال آفریقا پراکنده هستند چندان نقشی در تاریخ بعدی یهودیت پیدا نمی کنند. تا قبل از ظهور اسلام در قرن هفتم و در طی قریب به 500 سال تحول خاصی برای آنها در آن جوامع اتفاق نمیافتد و آنان همچنان یهودی باقی میمانند بعد از ظهور اسلام هم تغییر چندانی در زندگیشان صورت نمیگیرد اسلام یهودی ها را به عنوان اهل کتاب به رسمیت میشناسد و در مجموع وضع بهتری از همکیشانشان در اروپا دارند اما همانطور که گفتیم آن اقلیتی که به اروپا روند عملاً تاریخ بعدی یهودیت را رقم میزنند. اولین نکته ای که در خصوص یهودیت بعد از 135 و یهودی ها در تبعید میبایستی گفت پیرامون تغییری است که در وضعیت دینی یهودیت به وجود آمد. یهودیت از قالب یک مذهب اجتماعی وسیع با مراسم عبادی رسمی پر جاه و جلال در بیت المقدس و سایر مراکز عبادی در سرزمین یهودیا در آمده و در تبعید در سرزمین های دور و قریب و میان مردمی ناآشنا تبدیل شد به مذهبی شخصی بی سر صدا محدود و آری از آین های و بر و باشکو. حرم با شکوه هرم با و مقتدر روحانیت یهود عملا در تبعید و در شرایطی که کل یهودیت تقلیل یافته بود به صرف انجام فرائض و عبادات فردی و شخصی پیروان عملا بیکار و بازنشسته شده بود یهودیت که در قریب به دو هزار سال در فلسطین در حیبت یک مذهب اجتماعی وجود داشت در تبعید تقلیل یافته بود به صرفا یک مذهب فردی مذهب کنار از نظر اجتماعی و از یهودی ها در اروپا خیلی بد نبود. اروپای قرن دوم میلادی از خاورمیانه در آن مقدم بسیار عقب مانده و توسعه نیافته تر بود. بنابراین یهودیها به تدریج توانستند به کمک توانایی های حرفه‌ای که از آن برخوردار بودند از هیبت مجموعه برده و آواره به درآیند. آنها هم از نظر تجارت یک سر گردن از ساکنین اروپا جلوتر بودند هم از نظر صنعت جدای از آنکه خاورمیانه آن روز خیلی از نظر تجارت پیشرفته تر از اروپا می بود پراکندگی یهودیا در سایر مناطق پیشرفته آن روزگاران یعنی ایران بین النهرین مصر و ارتباطی که یهودیا با یکدیگر داشتند باعث می شد تا از نظر تجارت در وضعیت بسیار مناسب و مطلوبی قرار بگیرند. تبهر آنان در صنایع و حرفه های دیگر شهری همچون تب، ساخت دارو، آهنگری، کیمیاگری و غیره ایزن سبب می شد تا از این منظر هم جلوتر از اروپایی ها قرار بگیرند. و بالاخره با سواد بودنشان هم دلیل دیگری بر پیشی گرفتنشان از میزبانان اروپاییشان میشد. همه این عوامل باعث شدند تا زندگی یهودیها علا رقم آن که به صورت برده و اسیر به اروپا منتقل شده بودند به تدریج بهبود پیدا کنند. به عنوان یک اقلیت در اکثر مناطق اروپا که پخش شده بودند وضع بدی نداشتند و به دین و آینشان هم کسی و یا قدرتی چندان متعرض نبود. اما با مسیحی شدن اروپا همه آن وضعیت دگرگون شد. مشکل برای یهودیا از زمانی به وجود آمد که جدای از مردم عادی حکومت هم مسیحی شد و کلیسا صاحب قدرت سیاسی. یهودیا از این مقطب بعد که آن را قرون وسطا مینامیم مورد نفرت جوامع میزبانشان واقع شده و زندگی تیروتاری را پیدا می‌کنند. خیلی نیازی به توضیح نمی رود که چرا با مسیحی شدن اروپاییان ستاره بخت و اقبال یهودی ها افول نمود. آنان نه تنها مشرک، منافق، کافر، منکر مسیحیت و قداست حضرت عیسی ابن مریم محسوب می شدن بلکه با تبانی با رومی ها مسبب به صلیب کشیده شدن آن وجود مبارک هم شده بودند. اگر همه اینها را میشد به هر حال نادیده انگاشت و از سر تقصیر یهودی ها گذشت این واقعیت که آنان کوچکترین احساس گناه و توبه نمی کنند دیگر غیر قابل قبول بود از دید یهودی ها اما حضرت عیسی مسیح نه پسر خدا می بود و نه رسالتی از سوی خدای نادیده به وی ابلاغ شده بود او بلا تشبیه یک فرد معمولی بود که موفق می شود شماری از یهودی ها و غیر یهودی ها را شیفته و مرید خود سازد. بنابراین آنها نمیدانستند که از چه چیزی می بایستی توبه بنمایند. و چنین شد که پدیده تاریخی ریشهدار دشمنی با یهودی ها و نفرت اروپاییان از آنان به تدریج با شروع قرون وسطا تولد یافت. یهودیان در طول نزدیک به چند صد سال قرون وسطا مورد انواع و اقسام ستمها، بدرفتاریها، محرومیتها، تبعیضها و تجاوزات قرار گرفتند. از آنجا که کلیسا معتقد بود که یهودیان ناپاک و شیطان صفت هستند، لذا درست نبود که مؤمنین مسیحی در کنار آن ناپاکان بیدین زندگی کنند. در طی یک فرمان تاریخی کلیسا یهودیها را مکلف نبود که میبایستی در یک منطقه یا محله خاصی از شهر زندگی کنند تا مسیحیها را آلوده نسازند. در بسیاری از شهرهای اروپا که جمعیتشان نسبتا زیاد می بود چنین محلههایی به نام گتو برای یهودیها در نظر گرفته شد. یهودی از اشتغال به بسیاری از مشاقل هم معن شدند و فرزندانشان نمی توانستند به مدارسی که فرزندان مسیحی ها در آن درس می خوانند حضور یابند. از حق داشتن زمین و املاک هم محروم شدند چون در اروپای قرون وسطا زمین و املاک تعلق به اعیان و اشراف داشت و به تبع یهودی ها که پست شمارده می شدند نمی توانستند مثل اربابها و سینیورها و اشراف املاک داشته باشند. قحطی آتشسوزی سوزی و با سیل خوشسالی و سایر بلایای طبیعی دستکم از جانب برخی از مسیحیان متعصبتر به واسطه وجود ناپاک یهودی ها در میان آنان بود. ایزن شکست های نظامی که به پای آنان نوشته میشد. هر از چندگاهی با تحریک برخی رهبران مذهبی و به بهانه های واهی گتوها و محله های یهودی ها مورد حمله متعصبین مذهبی قرار می با به قدرت رسیدن فرمان روایان مذهبی تر که بیشتر مرید کلیسا بودند وضع یهودی ها از بد به بدتر تغییر می آه. بعضا از روی ارق دینی و بعضا به واسطه نشان دادن سرسپردگی به کلیسا و بعضا به خاطر جلب حمایت مردم عادی این فرمان روایان اقدام به اخراج دست جمعی یهودی ها از فرمان رواییشان می کردن. در چندین نوبت اخراج های دست جمعی توسط فرمان روایان که در انگلستان، فرانسه، اسپانیا و پرتغال به قدرت رسیده بودند در طول قرون وسطا اتفاق افتاد. بعضا تمامی جمعیت یهودی ساکن در آن منطقه اخراج می شدن. یهودی ها معمولا به نقاط بد آب و هوا و به تب سرتد یعنی به شرق اروپا و روسیه فرستاده می شدن. برخی هم به شمال آفریقا تبعید می شدند. با کشف قاره آمریکا در نیمه دوم قرن پانزدهم یهودی ها به همراه مجرمین و تبهکاران به این قاره تبعید می شدند. ستم های قرون وسطا در دوره موسوم به انگیزاسیون یا دادگاه های تفتیش عقاید در طی قرون شانزدهم و هفدهم میلادی به اوج خود رسید دهها هزار یهودی توسط این دادگاه ها محاکمه شدند و به گناهان مختلف از جمله شیطان پرستی نفاق تبلیغات گمراه کننده شرک و غیره محکوم به زنده در آتش سوختن و یا سایر محکومیت ها و زندان های طولانی می شدن. و اگر خیلی شانس می آوردن همراه با مجرمین و تبهکاران به قاره جدید یعنی به قاره آمریکا تبعید می شدن.